بخش شش افتاد مشکلها افتاد مشکلها ها نمی توانستم تا ابد در غم و اندوه قوتور باشم چیزی هست که بیشک باید برایش بجنگم یک اصل اخلاقی نوین نه حتی استفاده از این واژگان هم ریاکارانه است عشق و دیگر هیچ درست همچون روزا لوکاسانبورگ که برای بقا باید به اقتصاد نوینش چنگ میزد من هم حالا بی چنگ زدن به عشق نمیتوانم به زندگی ادامه دهم. سخنان و آموزه های مسیح به دوازده حواریش هنگامی که میخواست آنها را به افشای ریاکاری و عوامفریبی فریبی کاتبان و اولیای امور این جهان بفرستد و عشق راستین خداوند را بر همگان ایان کند شامل حال من هم می شود. در انبانتان نه زر، نه نغره و نه برنج هم آرید. نه نقشهی برای سفر نیاز است نه جفتی نیم تنه و نه کفش و چوب دستی ها من شما را چون گوسفندانی به میان گرگان میفرستم پس چون مار هوشیار و چون کبوتر بی آزار باشید و از آنان که تن رو می کشند را میکشند نه که روح را نتوان کشت بلکه از آن بترسید که توان نابودی تن و روح را در دوزخ داراست گمان مبرید که آمدم تا آشتی و آرامش بر زمین گذارم نه آمدم برای شمشیر آمدم تا پسر را با پدر ناسازگار دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر جدا سازم طوری که دشمن هر کس از اهل خانهش برخیزد آنکه پدر و مادرش را بیشتر از من دوست بدارد نزد من بیارزش است و آنکه دختر و پسرش را بیش از من دوست بدارد نزد من بیارزش است و آنکه چلیپایش را بر دوش نگیرد و به دنبال من نیاید نزد من ارجی ندارد آنکه زندگی را یابد از دست خواهد دادش و آنکه زندگیش را در راه من بدهد زنده خواهد ماند افتاد مشکلها اگر در آن نامه برای عشق ناگزیر به پیروی از این آموزه های مسیح سوگن یاد می کردم بیشک مسیح محکومم می کرد چرا عشق تنانی بد است و عشق مینوی خوب؟ نمی فهمم. آنها یکی هند. نمی توانم جور دیگری به آن نگاه کنم دوست دارم به رخ بکشم و بگویم من آنم که تن و روحش را در جهنا برای عشق نابود کرد در راه احساسی که از آن سردر نمی آورد به خاطر غم و اندوهی که در دلش ریختند. دایی سوزاندن پیکر مادر را در ایزو و مراسم را در توکیو ترتیب داد. از آن پس من و نوجی زندگی را با هم آغاز کردیم. آنقدر بد که وقتی رو در رو می شدیم کسی چیزی نمی گفت. ناوجی همه دستبند ها و علنگوهای مانتن را فروخت و نامش را سر سرمایهی برای ریسک انتشاراتیش گذاشت هر وقت از فرت میکساری در توکیو از در می آمد خودش با رنگی پریده همچون بیماری دم تلو تلو خوران باز می گشت یک روز دم غروب سر و کلش با دختری که شبیه رقصه ها بود پیدا شد همه چیز به هم پیچیده شده بود و من گفتم اشکالی نداره امروز برم توکیو میخوام به یکی از دوستام که چند ساله ندیدمش سری بزنم دو سه شب پیشش میمونم میشه حواست به خونه باشه میتونی به دختره بگی برات آشپزی کنه لحظه ای هم در استفاده از حرف نوجوی درنگ نکردم خیلی عادی که نشانگر هوشیاری ما است ساکم را پر از خوردنی و لوازم آرایش کردم و به سوی توکیو راه افتادم. ناوچوی یک بار پس از برسوچوی معمولی گفته بود که خانه یه تازه آقای اوهارا نزدیک 20 کیلومتر از خروجی ایستگاه اوگیکوبو در متروی هومه توکیو پیاده روی دارد. آن روز باد پاییزی شدیدی میوزید. از ایستگاه اوگیکوبو که بیرون آمدم هوا تاریک شده بود از رهگذری جویای منزل آقای اوهرا شدم با اینکه راهنماییم کرد با از نزدیک یک ساعت در کوچه پس کوچه های تاریک بی هدف سرگردان بودم چنان احساس بی کسی و درماندگی کردم که اشکم در اومد ناگهان پایم به سنگی گرفت و بند صندلم پاره شد چه کنم چه کنم می کردم که چشمم به پلاک یکی از خانه های سمت راست افتاد لکه ای سفید در دل تاریکی به دلم افتاد نام اوهارا روی آن نوشته شده با یک پای بی سندل لنگ لنگان خودم را به در خانه رساندم با دقت به پلاک نگاه کردم خاطر جمع شدم که اوهارا جیرو روی آن حک شده ولی توی خانه تاریک بود چون کاری به ذهنم نمی رسید لحظه دیگر ایستادم. سپس انکار که روی ترقش کرده باشم با ناامیدی خودم را به آن فشردم. صدا زدم ببخشید با نوک انگشتان هر دو دستم به چارچوب پنجره می کوبیدم. یواش گفتم آقای اوهارا صدایی آمد ولی زنانه بود. در از تو گشوده شد و زنی با صورتی باریک سه چهار سال بزرگتر از من و با بوی عطر کهنه در راه روی تاریک پدیدار شد رگه از لبخند در صورتش بود وقتی پرسید میبخشید. شما نتوانستم در آهنگش اندک بدجنسی یا تشری بیابم آه ببخشید من دیگر فرصت معرفی خودم را از دست داده بودم آقای اوهارا هستند؟ نه نیستن با مهربانی به صورتم هم نگاه کرد و گفت اون بیشتر به خیلی دور میرن؟ نه توی اوگی کوبست اگر به کیوسک غذاخوری شیراشی رو ایسکا برید اونا معمولا میدونن که کجاست داشتم از شادی بال در میآوردم. او چه بلایی سر صندلتون اومده تعارف کرد بروم تو به اتاق نشی من رفتم و روی نیمکتی نشستم خانوم اوهارا بندی چرمی به هم داد همانطور که سرگرم بازو بسته کردن صندلم بودم شمی روشن کردم و پیشم آمد میبخشید هر دو لامپمون سوخته نجیبه مگه نه این که به چه سرعتی این حباب های گرامی جای خودشون را باز کردن و به چه سرعتی هم که خراب میشن اگه همسرم خونه بود میفرستادمش بخره ولی دو شبه که خونه نیومده و من و دخترم هم در یک از ته تهجیبمون نیست سر شب میگیریم میخوابیم با لبخندی ناخداگاه و واقعی سخن می گفت. پشت سرش دختر بچه ای لاغر درو پر دوازده سال ایستاده بود. چشمانش درشت و رفتارش شبیه بچه هایی بود که زیاد با دیگران اخت نمی شوند. به آنها به چشم دشمن نگاه نمی کردم ولی میدانستم روزی همین مازر و دختر مرا به چشم دشمن خواهند نگریست. در همین فکر بودم که حس کردم عشقم ناگهان فروکش کرده صندلم را راست کردم برخواستم کف دستهایم را به هم زدم و خاکشان را تکان دادم در آن هنگام فکر بدبختی آینده وجودم را فرا گرفت میخواستم به تاریکی اتاق نشیمن بدوم و دست خانم اوهارا را بفشارم و با او گریه کنم فکرش دیوانه وار تنم را لرزاند و همین که به تصویر شخصیت درو و به شدت نچسبی که قرار بود در آینده از خودم نشانده هم اندیشیدم با ترسی ناگهانی قید این کار را زدم گفتم از شما بی اندزه سپاس گذارم بسیار مزهک به خاطر آداب از کمر تا شدم و به بیرون گریختم باد بر تنم زخم میزد افتاد مشکل ها دوستش دارم میخواهمش به راستی دوستش دارم بله به راستی میخواهمش آنقدر دوستش دارم که کاری از دستم ساخته نیست آنقدر میخواهمش که می توانم جلوی خودم را بگیرم بله خوب میدانم که همسرش زن بسیار مهربانی است و دختر کوچکش دوست داشتنی است ولی من به جای خدا جای حق نشستم و اندک از بشتانی ندارم انسان برای عشق و انقلاب زاده شده دلیلی ندارد عذاب ببینم سر سوزنی هم به نیستم راست راستی دوستش دارم و برای رسیدن به او همه کار خواهم کرد دو یا سه یا هر چند شبی که نیاز باشد در دشت و صحرا میخوابم بله میخوابم که غذاخوری شیرای شیرایشی را بی درد سر پیدا کردم ولی آنجا نبود اون توی آساگایاس مطمئنم شما مستقیم میرین خروج شمالی ایستگاه آساگایا اگه اشتباه نکنم 150 یارد پیش میرید اونجا یه ابزار فروشی است. میپیچید دست راست. نزدیک پنجا یارد دیگه میرید که به رستوران کوچیکی به نام بیب میرسید. آقای اوهارا با یکی از پیش اونجا ریخته رو هم. یه سر هم اونجاست. کار و زندگیشو برده اونجا. به ایستگاه رفتم. بلیت خریدم و سوار قطار در اون شهری توکیو شدم. در ایستگاه آساگایا پیاده شدم و مسیر خروجی شمالی را پیش گرفتم. مو به مو از روی راه نمایی ها پیش رفتم تا به رستوران بید رسیدم. سوت و کور بود. پیش پای شما یه دسته آدم از اینجا رفتن. گفتم برای شب زنده داری میرن میخونه یه چی داری توی نیشی آگاه پیش خدمت از من کوچکتر بود. متین و خودمانی. نمیدانم آقای آخرا با او روی هم ریخته یا نه. چی داری؟ کجای نیشیوگا؟ دل سرد شدم. با خودم گفتم الان است که دیوانه شوم. درست نمیدونم ولی فکر کنم نزدیک ایستگاه دست چپه در هر صورت که پیدا نکردی میتونی از دکه پلیس بپرسی ولی اوها رو از اون آدما نیست که یه جا بمونه مطمئنم تو راه چی داری پاش یه جا بند شده من میرم چی داری سر و گوشی آب بدم خدا نگهدار بار قطار این بار در آن یکی مسیر در ایستگاه نیشی پیاده شدم و در باد پرسه زدم تا اینکه چشمم به دکه پلیس افتاد نشانی چیداری را گرفتم و در کوچه های تاریک می شود گفت دوان دوان پیش رفتم فانوس آبی چیدوری را دیدم و بیدرنگ درش را گشودم. در اتاقی پر دود برای ده نفر گرد میز بزرگی نشسته و پرسر و صدا آواز و آهنگ میخاندند ستایشان دختر بودند و از من کمی کوچکتر که همپای مردان مینوشیدند و سیگار میکشیدند تو رفتم چشمی گرداندم و او را یافتم حس کردم خواب میبینم تغییر کرده بود شش سال سر تا پا عوض شده بود او رنگین کمان من بود بهمه و دلیل زندگیم شش سال موهایش همچون گذشته جولیته و شانه نخورده بودند ولی متاسفانه از درخشش افتاده و کم پشت شده بودند چهرهش پف و زردی بیمارگونه ای داشت و چشمهایش کاسه خون بود چند تا از دندانهای جلویش ریخته بود و لبهایش بیوقفه می جنبید. شبیه میمون پیری شده بود که با گوش پشتش در کنار اتاق جنبات مزده بود. یکی از دختران متوجه من شد و با چشم به آقای اوهارا نداداد. آقای اوهارا همینطور که نشسته بود گردنش را به سوی من دراز کرد و خیلی سرد با چانه به هم اشاره کرد. دیگر مهمان ها هم با اینکه کمی جا به جا شدند تا کنار آقای اوهارا جایی برای من باز کنند ولی همچنان با شادمانی و بی بر تبل بیاری میکوبیدند. کوبیدند. بی آنکه چیزی بگویم نشستم. آقای اوهارا لیوان مرا تا لبه از کرد. سپس لیوان خودش را پر کرد و با صدای خرخری و گرفتش گفت بریم بالا لیوان آهسته به هم خورد و جرینگ غمگینی کرد یکی داد زد گیوتین گیوتین شو شو و دنباله ی سرود را کس دیگری گرفت دوباره گفت گیوتین گیوتین شو شو محکم لیوان هایشان را به هم میکوبیدند و قلوب قلوب ساک می نوشیدند دست دسته این بیت بیمهنی را تکرار می و دوباره و دوباره لیوانهایشان را به هم میزدند طوری بود که انگار آن شعار ابلهانه در مکساریشان انگیزه بیشتری ایجاد میکرد همین که یکی از آنها منمن کنان بهانه میآورد و تلو تلو خوران مرخص میشد دیگری با علامت خشک و خالی سر به آقای اوهارا خودش را در سروسات جا میکرد آقای اوهارا تند و با شدت لیوانش را به لیوان زیباترین و دل باترین دختر زد و از آن یک قلوب بزرگ سر مشروب از کنج دهانش سرازیر شد و به چانهش رسید. او هم وحشیانه با کف دست پاکش کرد. سپس پنج یا شش عطسه مهیب کرد. بی صدا برخواستم. و به اتاق بغلی رفتم. از مادام که زنی لاغر و رنگ پریده بود و حالش خوب به نظر نمی رسید سراغ دستشویی را گرفتم. در راه بازگشت از میان اتاق که می گذشتم، چیه؟ دختر جوان و زیبایی که متوجه شده بودم آنجا ایستاده بود. گویی منتظر من بود. با لبخندی دوستانه پرسید گشنت نیست؟ نه یکم هم کم نون همراه هم دارم مادام ناخوش که با چهره خسته داشت روی بخاری دلام میشد گفت ما چیز قابلی نداریم ولی لطفا هرچی هست قبول کن یه لغمه اینجا بخور اگه با اون پاتیلا بشینی کل شبا باید گشنه سر کنی میا بشین خانم جان اینجا پهلوی چیه؟ آقایی از اتاق مجاور فریاد زد ای hey, کینا ساکمون تموم شد پیش خدمتی که نامش کینا بود از در آشپزخانه با ده بطری ساکه در سینی بیرون آمد مادام جلگش را گرفت یه دقیقه سب کن دوتاشو بزا اینجا باشه با لبخندی افسود کینا میبخشید تو زحمت میفتی میشه هرچه سریعتر بری مغازه سوزیا و تو نبسته دو تا نبسته دوتا تا کاسه رشته بگیری من کنار چیه نشستم و روی بخاری دستهایم را گرم کردم مادام در فنجانش کمی ساکه ریخت و سپس فنجانهای ما را پر کرد ستایی در سکوت ساکه نوشیدیم مادام با آهنگ کنجکاوانه و دوستانهای گفت شما دوتا خیلی جا دارینا در که باز شد صدای ترق و تروقی بلند شد مرد جوانی گفت آوردم شاقه آهارا یارو بد جور نخون خوشکه با اینکه که بیست هزار تا دستش داریم به زور ده هزار تا یه نزش بیرون کشیدم صدای گرفته آقای اوهارا بلند شد چکه؟ نه نقده شرمنده اشکال نداره بهت رسید میدم گروه پرشور شعار میخاری سر میدادند گیوتین گیوتین شو 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 حتی میان گفتگو هم از خواندن دست نکشیدند مادام خیلی جدی از چیه پرسید نوجی چطوره؟ جا خوردم چیه با سرخی زیبایی از روی شرم و با دست با پاسخ داد من از کجا بدونم مگه من بی پاشم مادام بی دل خوری و خونسرد گفت موندم تازگی ها میان اون و اوهارا چی گذشته آخه همیشه خیلی ور دل هم بودن شنیدم رقص شروع کرده شاید عشق یه رقص شده ناوجی همچین آتمه هم به فکری نیست زن رو به مشروب ترجیح بده نه برنامه آقای اوهاره هم همین بود به نظرم شخصیت ناوچی از بیخ و خرابه وقتی همچین بچه نونوری دست به کار اشتباه میزنه میبخشید؟ با لبخند نصف نیمه حرفش رو بریدم فکر کردم اگر سکوت نکنم معدبانه تر است من خواهر ناوچیم مادام که روشن بود یکی خورده دوباره به صورتم نگاهی انداخت شویه با خون سردی گفت خیلی شبیه همید وقتی دیدمت که بیرون وایسادی قشنگ جا خوردم گفتم این ناجیه مادام گفت راست میگی؟ صدایش داشت رنگ و بوی احترام به خود میگرفت شما کجا و چنین جای ترسناکی کجا؟ از قبل آقای اوهارا رو میشناختی؟ بله شش سال پیش دیده بودم اشان حرف هایم در گلویم گیر کرد و سرم را پایین انداختم پیش خدمت با رشته ها رسید ممنون صورت هم را در بخار کاسه فرو کردم و تند تند رشته ها را هورت کشیدم حس کردم تازه دارم نکبت اساسی زنده بودن را تجربه می کنم. آقای اوهارا زمزم کنان نزدیک شد. تالا پی کنار من نشست و به هیچ حرفی پاکت بزرگی دست مادام داد. مادام بی آنکه آنچنان نگاهی به درون پاکت بیندازد آن را در کشوی پرت کرد. با خنده گفت خیال نکنی در رفتی یا نمیتونی سر منو شیره بمالی مالی میارم رو سال دیگه پرداخت میکنم باید باور کنم ده هزار ین چند تا لامپ حبابی میشود با آن خرید من که میتوانم یک سال آسکار با آن سر کنم یک جای کار این جماعت میلنگید شاید آنها هم نمیتوانند طور دیگری زندگی کنند درست همانطور که من بدون عشقم نمیتوانم اگر راست باشد این مرد همین که چشمش به این جهان گشوده شده در جهان دیگری سیر می کند. شاید نباید ظاهری که این جماعت برای گذران زندگی به خود می گیرند هر چقدر هم که زش باشد خارش شمرده شود و مورد بیزاری باشد. زنده بودن، زنده بودن، تعهد کلان و تاب ناپذیری است که آدم زیر آن تنها با دلخوره نفس میکشد آقای اوهارا زیر لب گفت گمون نکنم امشب جای داشته باشی بمونی داری من از ماری که سر بلند کرده بود آگاه بودم دشمنی حسی نزدیک به بیزاری تنم را سخت کرده بود آقای اوهارا بی توجه به خشم آشکار من منمن کنان گفت میتونین گوشه همین اتاقی که ما توش میخوابیم بمونی ولی سرده ها مادام میان حرفش پرید آخه مگه میشه یکم انصاف داشته باش آقای اوهارا زبانش را به سق دهانش زد پس اگه این از همون اولش هم نباس پاشا اینجا چیزی نگفتم از چیزی در صدایش به سادگی میتوانستم بخوانم که نامه هایم را خوانده همزمان میدانستم که مرا بیشتر از هر کس دیگری دوست دارد ادامه داد کاری از ما ساخته نیست بعدم نیست از فوکیو بخوایم تخت خوابی دستا پا کنه چیه ببرش اونجا میبری نه، حالا که فکر می کنم دو تا زن تنها این موقع شب خطرناکه که برم بیرون. سرخر لنتی خودم باید ببرمش. کمابیش نیمه شب بود. باد کمی فروکش کرده و آسمان پر از ستاره های درخشان بود. شانه به شانه پیش می رفتیم. گفتم من خیلی راحت میتونستم کنار بقیه توتاخ بمونم. آقای اوهارا خواب آلود قرولندی کرد با کمی خنده گفتم میخواستی با هم تنها باشیم مگه نه لبخند تلخی روی لبانش نشست همینم مایه رنجشه کاملا از اینکه مرا دوست دارد آگاه بودم شما یه عالمه الکل میخورید هر شب همین بساته هر روز از سر صبح مزهش خوبه زهر ماره چیزی در صدایش لرزه بتنم انداخت کارتون خوب پیش میره؟ نه هر چیزی که این روزم نویسم نسخره و قم انگیزه. دم آخر زندگی دم آخر هنر دم آخر آدمی نخواسته گفتم اوتریو؟ بله اوتریو میگن انو زنده است یه قربانی الکل یه جنازه تک تک نقاشش تو این ده سال چرت و بیارزش بودن فقط اوتریو که نبوده مگه نه همه بزرگان اینطوری بودن بله همه اونا سر زندگیشونو از دست دادن حتی تازه جوان دیگه شادا و سرزنده نیستن تو همون قنچگی درگیر برگریزون شدن شبنم سرد انگار شبنم منجمده منجمد نابه هنگامی سراسر جهان گرفته دستش به آرامی دور گردنم حلقه شد طوری که انگار تنم زیر شنلش احاطه شده بود من هم دست به سینهش نزدم گام به گام که پیش میرفتیم بیشتر و بیشتر در آغوشش جای می گرفتم شاخه های درختان کنار خیابان شاخه هایی لخت و بیبرگ باریک و بران که آسمان شب را خنجر می زدند. با صدایی آهسته تقریبا با خودم گفتم شاخه ها قشنگن مگه نه؟ کمی آشفته پرسید منظور همه هنگی شکوفه ها و شاخه سیاهه؟ نه منظورم نه شکوفه هاست نه برگ ها نه گنچه ها و نه هیچ چیز دیگه ای. من عاشق شاخه هم با اینکه لخت لختن زنده ی یه خورده هم شبیه شاخه های بیجون نیستن یعنی میگی تنها طبیعت سر زندگیش را نگه میداره بعد چند تا از عطسه های مهی کرد سرما خوردید؟ نه نخوردم نه من یادت خنده دارم هر وقت درجه مستین پر میشه ناخدگاه عطسه میکنم در مورد عشق چی؟ ها؟ کسی هست؟ کسی که به درجه عشق رسیده باشه؟ دست بردار مسخرم نکن زن و همه مثل هم. پیچیدن گیوتین گیوتین شو شو راستشو بخوای یه نفر است نه نصف یه نفر نامه همو خوندین؟ آره نظرتون چیه؟ از اشراف صدا خوشم نمیاد همیشه یه خود بزرگ بینی توهین و میزی گرفته برادرت نوجی نوبره ولی اونم گاهی سری عد درمیاره در میاره که تو کت من یکی نمیره من بچه دهخانم تا حالا هم نشده پای چنی رودخونهی برم و ریز بریز خاطراتی که به شکار کپور نقره می رفتم و اونا را رو از رودخونه بالا می کشیدم و بگم کنار من رودی خش کنان در دل تاریکی پیش می رفت شما اشراف ساده ها نه تنها از درک احساس ما ناتوانین بلکه اونو خار می و مسخرشم می کنید پس تورگنیف چی؟ اونم اشراف ساده بود برای همین ازش خوشم نمیاد حتی از گرد داشت های یک شکارچیش؟ نه اون تنها کتابشه که بد نیست واقعا حس زندگی تو روستا رو به آدم میده اونم زندگی یه دهاتی اشراف ساده رو این به اون در منم الان یه دختر دهاتیم سر زمین کار میکنم یه دهاتی بینوا انوزم دوستم داری؟ صدایش خشن بود از من بچه میخوای؟ پاسخی ندادم صورتش با شدت زمین لرزه به صورتم نزدیک شد و مرا خشم بوسید بوسه ها بوی بد خواهش داشتند می و می پذیرفتمشان عشق هایم تلخ روان بودند همچون عشق های شرمی از سر خاری دوباره که شانه به شانه شدیم برگشت گفت گین زدم گولتو خوردم خندید از خنده نازحوان بودم لب و ابروهایم را هم آوردم اگر میخواستم احساساتم را در گفتار بگنجانم چیزی شبیه کاریش نمیشه کرد میشد دیدم دارم پاهایم را روی این پیاده روی کوفتی میکشم دوباره گفت گیان زدم میشه فراموشش کنیم عدا در نگار ای زن پلید آقای اوهارا تندی با مشت به شانم کوبید و دوباره عطسه بلندی کرد همه در خانه آقای فکوی خواب بودند آقای اوهارا به درمی می کوبید و فریاد میزد تلگرام تلگرام آقای فکوی تلگرام رسیده مردی گفت توی اوهارا؟ کاملا درسته شازده و شازده خانم آمدن تو امان بخوان بیرون اونقدر سرده که فرد فرد تقصه می بعد این همه درد سر ته ماجره دل بر ما کامیدی حساب در اومد. در خانه باز شد مرد کچال کوتاه قامتی حدودا پنجاه ساله با لباس خوابی جلف و پرزرق و برق و لبخندی از سر کنجکاوی و خجالت از ما استقبال کرد خش میکنم این تنها چیزی بود که آقای اوهارا موقع حمله به خانه بر زبان آورد حتی جلوی در کتش را هم در نیاورد تو اتلیتون آدم یخ میزنه من میرم طبقه دوام بیا بریم دستم را گرفت و میان احفل پرسی به سوی راه پله انتهای اتاق برد و از آن بالا رفتیم پا به اتاق تاریکی گذاشتیم آقای اوهارا چراغ را روشن کرد گفتم مثل رستوران است مگه نه سلیقه تازه به دوران رسیده است دیگه هرچند همینش هم از آرتیست پکیده ای مثل فوکوی بیده. آدم خوششانس تو دریان بندازی ماهی به دهن میپره بیرون خب پیش به سوی بستر آنقدر خون سرد بالش و ملافه ها را از گنج بیرون میکشید که انگار خانه خودش است. تا اینجا بگی بخواب. من میرم فرد صبح میام پیشت. دوالت پایین دست راسته. چنان از پله ها پایین پرید که انگار قل خورده است. همین شد که شد. سکوت مطلق. چراغ ها را دوباره خاموش کردم. کت مخملی که پتر پارچش را آورده بود در آوردم و با همون کیمانوی تنم رفتم زیر پتو حتی گره اوبیم را هم به زور شل کرده بودم تنم از مشروبی که در خستگی خورده بودم سنگین شده بود و در چشم به هم زدنی خوابم برد تا چشمانم را گشودم دیدم کنارم دراز کشیده نمیدانم کی آمده بود یک ساعتی مصمم به روز یه سکوت ادامه دادم ناگهان دلم برایش سوخت و تسلیم شدم این شیوه زندگی که پیش گرفتی تنها فراغتیه که گیرتون میاد بگی نگی آخه آسیب نمی بینید مطمئنم خونم صرفه کردی. تو از کجا می دینی؟ راستشو بخواین چند روزه خیلی زیاد روی کردم به کسی هم نگفته بودم مادر هم پیش از مرگ همین بورا میداد من از سر ناچاری الکل میخورم تحمل این زندگی خیلی سخته بدبختی تنهایی در به دلخراشن هر وقت از چهار تا دیوار کنارت صدای آه و افسردگی شنیدی تازه میفهمی که هیچ بختی برای خوشبختی نداری فکر میکنی آدم چه احساسی داره وقتی میفهمه دیگه تو زندگی قرار نیست مزده شادی و بچشه آه کار سختیه بالا بره پایین بیاد خوراک جونه برای وحشی قحطی زده است کلی آدم بدبخت تو جهان است دوباره عدا در نه تنها عشقتم همونطور که تو نامت نوشته بودی؟ آره شعله عشقم خاموش شد نور اتاق که ملایم شد به چهره مردی که کنارم خوابیده بود خیره شدم چهره مردی در آستانه مرگ خسته چهره یک قربانی شکاری گرانبها مرد من رنگین کمان من بچه من نفرت انگیز همانگاه به چشمم چهره ای زیبا و بی هم آمد دلم با عشق احیا شده ای تپید او را حین نوازش موهایش بوسیدم دستاورد دل دلخراش و عشق آقای را با چشمانی بسته مرا در آغوش کشید من اشتباه کردم خب یه بچه دهقان چه انتظاری داری؟ دیگر نمی توانستم از او جدا باشم الان خوشبختم حتی اگر قرار باشه صدای فریاد دلخراش اون چهار دیواری رو بشنوم حس خوشبختیم همیشه لبریز میمونه اون وقت از کردنم خوشحالم آقای اوهارا خندید الان دیگه خیلی دیره اوا گرگا میشه صبح شده همان روز صبح نوچی به زندگیش پایان داد سلام دوستان امیدوارم از شنیدن این کتاب تا به اینجا لذت برده باشید این کتاب به صورت روزانه آپلود میشه و اگه از این کتاب خوشتون اومده و یا از کتاب قبلی لطفا لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید و اگه دوست دارید زودتر از شنیدن کتاب های جدید مطالعه بشید زنگوله کناریو بزنید و این رو بدونید که لایک و کامنت و سابسکرایبتون حمایت بزرگی هست منه چون من به تنها این کتاب ها رو ضبط و ادیت میکنم و زمان زیادی از من میگیره و میخوام که شما کتاب ها رو با بهترین کیفیت بشنوید برای همین اگر نظرتون رو برام بنویسید، خیلی خوشحال میشم اگرم پیشنهادی دارید که کتابی رو براتون بخونم باز توی کامنت ها برام بنویسید امیدوارم از شنیدن این کتاب و کتاب های آینده و هر کتابی که روی چنل هست لذت ببرید خیلی ممنون که تا اینجا گوش کردید